یه اردوگاهی وجود داره، در این اردوگاه امریکا، فرانسه، آلمان، اسرائیل الان تو اون اردوگاه هستن، درسته؟ یه اردوگاه هم این وره که در رأسش حماسه که مردم غزه رو به گروگان گرفته. آقا و امریکا هم همه جور داره خط و نشون میکشه، برای ایران میکشه، برای نمیدونم فلسطین میکشه. آقای مناشه امیر، در قطر حماس دفتر داره، رهبران حماس اونجا رفت آمد میکنن. امریکا یک پایگاه بزرگ 10,000 نفری داره. آقا چرا نمیره یقه این حماس رو در قطر بگیره؟ این زن و بچه مردم توی بچه های خردسال مرتب ما باید این صحنه های واقعا خواب رو از چه... آقا من به خدا دیشب نخوابیدم تا صبح. بله. شما راست میگین، درست میگین، ولی من تعجب میکنم. خب این آمریکای گردن کلوف بره یخی حماس رو تو قطر بگیره، چرا نمیره بگیره؟ الان خدمتتون جواب میدن. بفهم. ببینید، ایالات متحده با فرستادن قوی ترین نیروی نظامی در منطقه که در روزها و هفته آینده باز هم بیشتر خواهد فرستاد، صریحا به رژیم ایران و به حزب الله. آقا رژیم ایران چی کار داره؟ آقا رهبران حماس تو قطرن، بره یخشون رو بگیره. اوکی. نمیتونه، تو پایگاه 10,000 نفری داره. شما اصل رو ول میکنی، حالا میریم حامیشو میچسبین. آقا جمهوری اسلامی حامیه، آدم بدیه، رژیم شروریه، همه اینا رو میدونیم. عرض من اینه، قاتلین اصلی رهبران حماس تو قطر زیر چشم ماموران امریکایی هستن. چرا نمیرن یخه اونا رو بگیرن؟ بله، این مفهوم اون چی که شما انتظار دارید از ارتش ایالات متحده که نمیخواهد وارد جنگ بشه و نمیخواهد تا اونجایی که ممکنه به درگیری مستقیم بپردازه، ازش انتظار دارید که بره امارات عربی، ببخشید آقا بلند میشه میره رئیس جمهور اون کشور میگیره دست بسته و هم داره میاره توی امریکا زندان میکنه. حالا وقتی خودش داره، وقتی حماس رو خودش تروریسم معرفی میکنه، آمریکا چقدر در کشورهای مختلف میره تبهکاران رو میگیره، دستگیر میکنه، ور میداره میاره تو خاک خودش. الانم این حماس، خب اینم میگه تروریست، اونجا هم دفتر دارن، فوکل و کروات میکنن، هر روز صبح میرن پشت میزشون میشینن و ملاقاتاشون رو برگزار میکنن. خب بده بگیرتشون.